فرزین ندیمی تلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستن. چی میدونیم آقای ندیمی از پهپادهایی که از سمت جمهوری اسلامی شلیک شده و همینطور از موشکی که احتمالاً خبرها رسیده که به سمت اسرائیل شلیک کرده جمهوری اسلامی؟ بله، خب گزارش اول از پرتاب این درون ها میاد به خاطر اینکه سرعت کمتری دارن، چیزی بین 185 تا 200 کیلومتر در ساعت و خب زمان بیشتری طول میکشه تا به هدف برسن. معمولا اگر حمله به صورت ترکیبی باشه اول درون میاد، بعد موشک های کروز پرتاب میشن که خب سرعت بیشتری دارن، بعضی ها تا حدود یک ماخ، ولی معمولا زیر یک ماخ یا یک برابر سرعت صوت باید سرعتشون هست و در مرحله آخر موشک‌های بالستیک که طوری معمولا طراحی میشه که درون ها و موشک‌های کروز درست قبل از موشک‌های بالستیک به هدفشون برسن، به خاطر اینکه معمولا اینا رو برای حمله به اهداف فرماندهی و کنترل سیستم‌های پدافند موشکی، رادارهای مراقبتی مورد استفاده قرار میدن. بعضیا اصولا سیستم آشیانه یابی رادار دارن، میتونن امواج رادار رو روش خفت کنن، اصطلاحا بهشون میگن موشک‌های ضد رادار. بعضیا نه، فقط مختصات جغرافیایی اونا رو دارن و به سمت اونا حرکت میکنن. اگر این مرحله موفق باشه، خب طبیعتا شانس رسیدن موشک‌های بالستیک به هدفشون بیشتر خواهد بود. در دوران جنگ عربستان و حوثی‌ها، خب طبیعتا حوثی‌ها که از امکانات ایران استفاده می‌کردن، هم از امکانات سخت افزاری و هم نرم افزاری، چندین بار این تاکتیک رو آزمایش کردن و همزمان با حملات موشکی و درونی به عربستان در چند مورد موفقیت‌های کسب کردن، صدماتی به آتش‌بارهای پاتریوت عربستان وارد کرده. ولی در اینجا خب اسرائیل آماده تر هست، سیستم پدافند دیوید اسلینگ داره، دیوید اسلینگ که به طور کل برای هدفهایی با برد 40 تا 300 کیلومتر طراحی شده و بسیار میتونه موثر باشه برای مقابله با موشک‌های کروز. تو اون آیرون دوم یا گنبد آهنین کاربرد خیلی زیادی اینجا نداره، به خاطر اینکه اصولا برای مقابله با راکت هایی که از سمت حزب الله و حماس میاد برتر خیلی کوتاه تا 70 کیلومتر طراحی شده. اونا البته نوع دریاییش که روی نافای ساحل شش نیرودریایی اسرائیل هست و همکتون در ساحل ایلات آماده مراقبت از این بندر هستن، البته اونا خب تغییراتی تو اونا داده شده و برای مقابله با درون و موشک‌های کروز هم کارایی دارن. اونا مسلماً مراقب خواهند بود در کنار ناوشکن آمریکایی که اونجا هست که هر گونه تهدیدی که از سمت جنوب متوجه پایگاه دریایی ایلات بشه رو بتونن خنسا بکنن. و خب نگرانی اصلا اینجا موشک‌های بالستیک هستش که آقای ندیمی، سامانه‌های دفاعی ایالات متحده هم در منطقه هست، حالا در سوریه، در عراق، اونها هم میتونه اینها رو رهگیری کنه. علاوه بر اینکه در مورد این موضوع برای ما توضیح بدین، اینکه به هر حال اسرائیل هم ساکت نخواهد نشست، جمهوری اسلامی به خاکش حمله میکنه، فکر میکنید که حمله متقابل اسرائیل به چه صورتی خواهد بود؟ من فکر میکنم حمله متقابل اسرائیل تا حد قابل توجهی به هدفهایی که این وسایل، این جنگ افزارها در نظر دارن بهشون برسن وسیله خواهد داشت. اگر موشک‌های بالستیک بتونن از این شبکه پدافندی عبور بکنن و هدفهایی رو در داخل اسرائیل مورد حسابات قرار بدن، طبیعتاً وضعیت بسیار جدی‌تر خواهد شد. حالا اگر این هدف جایی مثل ساختمان وزارت دفاع اسرائیل باشه، یکی از ساختمان‌های حکومتی اسرائیل باشه، اون ساختار حکومتی دولت اسرائیل رو بخواد تهدید بکنه که جدی‌ترین به نظر من نوع حمله خواهد بود و اسرائیل به همون شکل ساختار حکومتی تهران رو مورد حمله قرار خواهد داد. اگر این حمله متوجه پایگاه هوایی اسرائیل باشه، پایگاه نظامی دور افتاده تر خارج از منطقه شهری مثل پایگاه نواتیم در شمال دیمونا که پایگاه هواپیمای F-35 اسرائیل هست، یا چندین یا 8 پایگاه دیگه که هواپیمای F-16 اونجا مستقر هستن که اگر لازم باشه اسرائیل پاسخ بده، مسلمان از اون پایگاه باید استفاده بکنه، خب اون مقداری حساسیت رو کمتر میکنه، ولی به همون نسبت اسرائیل از پایگاه از حمله خواهد کرد، به پایگاه هوایی ایران حمله خواهد کرد که همکنون در آماده باشه کامل به سر میبرن. ما میدونیم که به غیر از سپاه پاسداران، نیروی هوایی ایران هم هواپیمای بدون سرنشین انتحاری از نوع آرش دو داره که اونها هم
ممکنه در این حمله شرکت داشته باشن، نمیشه با قطعیت گفت آیا صرفا سپاه شرکت داره در این حمله یا خیر. آرش دو هم بله بسیار درون کارآمدی میتونه باشه، حتی مواد منفجره بیشتری از انواع سپاه پاسداران میتونه هم بکنه، سرعت حدود 185 کیلومتر در ساعت داره و خب اسرائیل من فکر میکنم با وجود اینکه آمادگی کامل همین الان برای مقابله با این درون ها موشک های کروز داره، ولی پاسخش تصمیم نهایی برای پاسخ فکر میکنم زمانی مشخص خواهد شد که ببینیم چه هدفهایی رو ایران میخواد بزنه و تا چقدر موفق خواهد بود در رسیدن به هدف خودش. خیلی ممنونم از شما فرزین ندیمی، تلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودی، همزمان ما تصاویر زنده ای را هم میدیدیم.